سلام به همه علاقمندان کریپتوکارنسی و همراهان همیشگی کانال کریپتو فاندر در یوتیوب امروز میخوام در خصوص روش های متنوع تحلیل در بازارهای مالی به صورت خاص بازار کریپتوکارنسی با شما صحبت بکنم همونطور که میدونید روش های متنوعی وجود داره برای تحلیل و فعالیت و معامله در بازار کریپتوکارنسی از جمله تحلیل تکنیکال که قاعدتا هر کسی که بخواد توی یکی از این بازارهای مالی فعالیت داشته باشه این روش رو باید یاد بگیره و بتونه ازش استفاده کنه انشاءات مختلفی ازش وجود داره و تحلیل ها و روش های متنوعی رو در پی داره استراتژی های متنوعی رو شما میتونید خودتون برای خودتون طراحی بکنید بکتس بگیرید و حتی ربات های معامله گری که ازش توی بازارهای مالی استفاده میشه بر بیشتر بر مبنای تحلیل تکنیکال هستن و در کنارش از شاخص های دیگه هم استفاده میکنن اما در کنار تحلیل تکنیکال تحلیل دیگه وجود داره به نام تحلیل فاندامنتال که وضعیت حالا به صورت خاص تو بازار کریپتوکارنسی وضعیت اون طرح رو داره میسنجه تیم شما بررسی میکنه همون روشی که برای رتبه مندی آی سی ها وجود داره در خصوص طرح های مربوط توکن ها کوین هایی که تو بازار فعال هستند هم مورد استفاده قرار میگیره هم الان که داریم با هم صحبت میکنیم 24 آگوست سال 2022 چیزی بالغ بر با 20 هزار تا کوین توکن تو بازار وجود داره و بدیهی انتخاب از بین انبوهی از این کوین و توکن ها کار بسیار بسیار دشواری هست و بعد پیگیری این که وضعیت تیم چجوری آپگرید هایی که میدن هارد فورک که دارن یا حتی پشتیبانی هایی که انجام میشه و تغییرات و برنامه هایی که دارن و مرج هایی که انجام میشه همه و همه و همه در قالب تحلیل فاندامنتال می و خب کار کار بسیار دشوار و تخصصی هست در کنار تحلیل تکنیکال و فاندامنتال در بازار کریپتوکارنسی روش های متنوع دیگه‌ای دیگه وجود داره استفاده از فاکتورهای آنچین که خب بارها بارها در مورد این شنیدین و مطالب و محتوای بسیار زیادی هم در اینترنت به زبان فارسی وجود داره یکی از اون سایت هایی که بسیار بسیار مورد استفاده قرار میگیره تو این زمینه سایت گلاس هست که قبلا من در حسین اون ویدیویی تهیه کردم که شما میتونید اون هم ببینید این بالا سمت راست صفحه براتون کاردش میکنم که بتونید بعدا در خصوص این سایت بیشتر بدونید شاخص سنتیمنتال هست های سنتیمنتال هم عملا انگار یه بیماری که تو آی سی او هست چه جوری فاکتور های مختلفش داره تست میشه کنترل میشه و مورد سنجش قرار میگیره سنتیمنتال هم داره همین وضعیت رو به شما منتقل میکنه از شرایط و دیدگاهی که تو بازار وجود داره و اینها همه فاکتورهای بسیار بسیار مهمی هستن که شما بتونید توی بازار با در نظر گرفتن تحلیل تکنیکال و فاندامنتال اثر بخشی بهتری داشته باشید خب جمعی اینها به شما کمک میکنه تا یک دید کلی نسبت بازار پیدا کنید اما همه این موارد جنسش جنس پیشبینیه پیشگویی وجود نداره قطعیتی درش وجود نداره با یک ذریب خطایی با یک ریسک و ریواردی با یه آر به آری شما تصمیم میگیرید وارد معامله بشید فاکتورهای متنوع در کنار هم میچینید و از اونها استفاده میکنید بعضا هم سرمایه گذار به هیچ کدوم از اینها توجه نمی کنند حالا در شرایط بازار بولیش این اتفاق میفته شما میتونید گین حالا یک گین مثبتی داشته باشید اما شاید اون اثر بخشی کامل رو نتونید از بازار بگیرید قطعا کسی قرار نیست کل رشد یک کوین یا توکن رو از بازار بتونه سود بگیره اما یازی مثلا افتش رو اما اینکه به هر حال بتونه یک قسمت عمده از این رو به دست بیاره یک مهارت بسیار خوبی هست در کنار این روشی که خدمتون عرض کردم و الان ماشاءالله در اینترنت به زبان فارسی هم محتوای متنوعی وجود داره تکنیکی دیگه‌ای وجود داره به نام بیهیویرال finances مالی رفتاری مالی رفتاری در کنار خدمتون شود اقتصاد کلاسیک میاد خودش رو مطرح کنه جایی که بازی نظریه ها مطرح میشه بازار کارا مطرح میشه قیمت روش های متنوع قیمت گذاری مطرح میشه اینا همه مبناش اقتصاد کلاسیکه اما این اقتصاد کلاسیک هم بر پایه رفتار اقلانی سرمایه گذاره همین چند وقت پیش شما دیدین دیگه مثلا اتریوم آندر ولیو داشت معامله میشد خیلی هم میگفتن که حالا از اون حدود 880 90 دلار داشت معامله میشد الان که داریم با هم صحبت میکنیم حدود 2000 دو دلاره خیلی هم میگفتن نه میریزه مثلا تا 500 از اونجا میریزه تا 300 و حتی عددهای خیلی پایین تر و پایینترش هم میگفتن اما یه دفعه الان همه توجهشون جلب میشه به این مرج جدید اتریوم که این اتفاق میتونه یه دفعه باعث پامپ شدن قیمت بیفته اصلا مدلش رو عوض بکنه که حالا یک ویدیو دیگه ای می میطلبه در این خصوص که ازش بگذریم در این مرحله پس ببینید یه جاهایی به خاطر شرایط بازار و فشار روانی بازار همه دست به فروش میزنن شروع میکنن فروختن این شاخص ها رو شما تو سنتیمنتال هم میتونید ببینید اما بیس اینها رو فهمیدن به شما کمک میکنه که با افزایش تایم خرید و فروشتون یعنی مثلا بلند مدت تر نگاه کردن به موضوع اه، یه گین نسبتاً بهتری رو بگیره البته نه خیلی بلند مدت چرا چون این بازار دستخوش نوسانات زیادی هست متاثر از فاکتورهای مداخلهگر زیادیه که میتونه اون روندش رو با کندی مواجه کنه یا اصلا کلا عوض بکنه که اخیراً تا 6 7 ماه گذشته شما تجربه بسیار سختی رو در خصوص اتفاقات اقتصادی و جنگی که در دنیا اتفاق افتاد روی بازار کریپتو و بخصایی بازار ریسکی دیدیم اما مالی رفتاری چی داره به ما میگه؟ میگه مبنای تئوری من بر اقلانی رفتار نکردن سرمایه گذارها هست دقیقا جایی که شما میگی آبا من میدونم این میارزه اما خب داره میریزه چیکارش کنم؟ اینجاست که مالی رفتاری خودشو نشون میده ببینید تو بیهیویر فایننس اتفاقی که میفته میاد بر اساس اون الگوها و اون تیپ های شخصیتی که وجود داره به شما راهنمایی میکنه شما اگر بخواید تو حوزه مالی فعالیت داشته باشین به صورت مستقیم قاعدتا بعد یه شناختی از خودتون پیدا بکنید اولین شناختی که بعد از خودتون پیدا کنید که اصلا تیپ شخصیتیتون چیه به قول معروف این دی این ای تون این سیم کشی داخلی شما به درد بازارهای مالی میخورد یا نه اگر میخورد فبل مراد خب مستقیم وارد بازار میشی شروع کنیم معامله کردن مثل خیلی از معامله گرای دیگه در غیر این صورت بعد چیکار کنید کد سراغ کدوم صندوقا بریم چه جوری اصلا صندوق برید چه جوری سرمایه گذاری بکنید مدیریت سرمایه به چه صورتی باشه که خب بحث مفصلی رو میطلبه در اینجا من میخوام یه کتابی رو به شما معرفی کنم کتاب دانش مدیریت دانش مالی رفتاری و مدیریت دارایی این کتاب نویسندهش میشل پمپین هست و مترجمش آقای دکتر احمد بدری انتشارات کیهان و خیلی کتاب خوبیه من این کتاب خوندم قبلا مثال های متنوعی داره که شما اگر هیچ خالی از ذهن هستید در خصوص فایننس میتونید بهش اتکا بکنید و دید شما رو نسبت به موضوع عوض میکنه خیلی جالب براتون بگم که اه خب اه تو این این کانسپت سالها الان بوده در 12 سالی هستش که توی رشته‌های مالی در دانشگاه دانشگاه‌های مالی داره تدریس میشه و به عنوان یه شاخص تاثیرگذار دارن بهش نگاه میکنن اتفاقی که میفته توی این مالی رفتاری چیه شاید بارها بارها جای مختلفی رفته باشین شنیده باشین یه تستی به نام MBTI وجود داره که من یه نمونه یه نمونه تست رو در لینک لینک یه نمونه تست رو توی توضیحات همین ویدیو براتون قرار میدم که اتفاقی که میفته اینه که تیپ شخصیتی شما رو مشخص میکنه میگه که شما چه نوع آدمی هستین همینی که بدونی دی ان به چه دردی به درد این کار میخوری یا نه خودش خیلی بهتون کمک میکنه حالا یه عالم توضیحات دیگه ای مثلا مدل های ام بی هست بی هست مدل تیپ شخصیتی سرمایه گذاره و اینقدر انقدر تست های متنوعی وجود داره که به شما اول میگه شما چه شخصیتی داری نسبه. که به درد این بازارا میخوره یا نه چه جوری میتونی توش فعالیت بکنی دو اینکه کلی هم بهتون مثال معرفی میکنه که شما یواش یواش یه دید کلانی به بازار پیدا میکنی اگر حالا دوستانی که سالها تجربه بازار بورس ایران رو دارن خاطرشون هستش که مثلا یه بازه چهارشنبه بازار شل بود شنبه بازار بازار خوبی بود و اینا همه باعث میشد که سرمایه گذاره روز مثلا اونی که حالا زرنگتر تر بود چهارشنبه چه می خرید چه شنبه همون اول صبح توی صفحه خرید میداد میرفت و این یه گینی می گرفت یه ریسک پنجشنبه و جمعه رو به خودش می خرید این ترند ها و این رفتارها تو بازارهای مالی دنیا هم وجود داره که اینکه شما مثلا میگی شنبه و یک شنبه تو بازارهای مالی خیلی مثلا خبری نیست بازار دست هفته بازار روزه بقیه روزهای ایام هفته چون اینوستمنت بنک ها میان وسط بازار یه مقدار شکل سرکوسی ها خودش رو پیدا میکنه بعد میری رو تایم فریم های به فرض از ساعت 11 11 و وقت تهران تا 6 هفته بعد از به وقت تهران شروع میکنی معامله کردن به خاطر اینکه میگی تو اون تایمه خب همه بازارهای مالی فعال هستن یه مقداری به قول معروف بازار بهتر عمل میکنه تایمه قبل از شاخصهای اعلام شاخص های اقتصادی مهم تو اونا مثلا حالا با یه ریسکی یا از بازار می بیرون یا اینکه وارد بازار میشی با یه درصد ریسکی اینا همه اون مالی رفتاریه رو داره به شما میگه در این حال اون شاخص هایی که خدمتون هست کنم تکنیکال، فاندامنتال، سنتیمنتال، آنچین شاخص های تأثیر گذار بر بازار، شاخص های اقتصادی تاثیرگذار بازارهای مالی هم یکی از فاکتور اساسی اساسیه که تأثیر بسزایی گذاشت این داستان نرخ بهره ای که متاثر میکنه بازارهای مالی ریسکی رو و همونطور که میدونید خب حالا مثلا این ضریب همبستگی که بین بازار کریپتو و به صورت خاص بیت کوین با چیز وجود داره با اس پی 500 با امریکا وجود داره خب یه مقداری از این حالت در حال کم اینکه در بلند مدت این ضریبه کاهش پیدا خواهد کرد کما اینکه همین اتفاق رو دلار تتر افتاد وقتی که بقیه استیبل کوین های دیگه اومدن یو اس دی سی اومد بی یو اس دی اومد باعث شد که این USDT دلار تتر اون هم مارکت کپش کمتر شه هم ضریب هم بس تأثیری که میتونه روی با... نوسان قیمت بذاره کمتر بشه این بازار مثل یه گیاه مثل یه گیاه زنده فتوسنتز با محیط اطرافش داره تاثیر میپذیره و تاثیر میگذارد لذا احتیاجه که ما نسبت به فاکتور تاثیرگذارش بیشتر آگاهی پیدا کنیم از جمله داستان مالی رفتاری که خدمتتون عرض کردم جالبه براتون بگم که حالا مثلا تو همین کتاب هم یه مثال جالبی داره روی اقتصاد آزمایشگاهی توی اقتصاد آزمایشگاهی چه موضوعی رو دارن میبینن میان برای همین شخصیت شناسی میان سراغ یه مثالی که تو این کتاب زده یه بازه خب میرن سراغ آدمایی که بسیار موفق بودن تو بازار مالی امریکا باشون صحبت میکنن از اون تعدادی تعداد راضی میشن که بیان و اجازه بدن که روشون تحقیق دانشگاهی انجام بشه مثلا ام ار مغزشون بگیرن تست دی ای بگیرن تست استرس بگیرن یه سری فاکتورهای بیولوژیک بدنشون رو بررسی بکنن و در طی این بررسی گسترده که انجام میشه اون گروه تحقیقاتی به یه شابلونی میرسه که این آدمای موفق فاکتورهایی که توشون مشترکه یک دو سه چهار پنج هست و این اتفاق اتفاق جالبی میگن اقتصاد آزمایشگاهی و همین شابلون رو برمیدارن بعدا میبرن توی جامعه مخاطبشون کسایی که تو دانشجو هستن دارن تو رشته های مالی درس میخونن کسایی که فعال توی بازارهای مالی هستن از بین تو این جامعه میچرخن و یه تعدادی از این بین استخراج میشه میاد بیرون و جالبه که حالا میگن این آدم ها از نظر سینکشی داخلیشون به قول معروف این قابلیت رو دارن که تو بازار مالی فعال موفق باشن موفق تر باشن حالا ما بیایم توی پروسه آموزشی قرارشون بدیم توی این پروسه آموزشی اون چیزهایی که باید بهشون یاد بدیم و اکتسابی رو بهشون خدمتون هر شود که منتقل بکنیم و بتونن از اینها در راستای فعالیت های مالی استفاده کنن که همون که بینیم بزرگترین بازار مالی رو دارن و اداره کردن همچین بازاری بسیار بسیار, بسیار کار دشواریه. در خصوص بیهوی فایننس من یه مجموعه ویدیویی تهیه کردم که این بالا سمت راست براتون کارش میکنم الان این بالا میبینید میتونید بزنید بعدا کامل مشاهده بکنید توضیحاتی در خصوص تحقیقاتی انجام شده تحقیق خود بنده انجام دادم و خلاصه ای از همین کتاب که شما میتونید توی اون ازش استفاده کنید در کنار این موضوع هم بحث دیگه ای وجود داره که بسیار بحث تاثیرگذاری بر بازارهای مالی هست که البته موافق و مخالف فراوانی داره بحث فاینانشال هست ستاره بینی مالی جالب براتون توضیح بدم من موقعی که روی بحث بیه فایننس داشتم کار میکردم به مقاله برخورد کردم یه محققی محقق امریکایی در خصوص تاثیر نوسان تاثیر تاثیرات نوسانات حاصل از انفجارات سطح خورشید بر بازار بورس امریکا اومده بود یه بررسی انجام داده دیده بود که یه ذریب همبستگی و ذریب همبستگی بالایی وجود داره و گفته تحقیقش اینجوری بود که میگه مثلا انفجارات مثلا بیش از نرمال رشد میکنه باعث میشه که بازار هم به سیاش نوسانی باشه قیمت ها تعادل نداشته باشن و بازار از به یه حالت اگریسیوی پیدا بکنه خب همونطور که میدونیم مثلا وقتی این انفجارات زیاد میشه حتی تاثیرم روی ماهواره ها میذاره سیستم های مخابراتی رو هم میریزه یه سری یعنی تاثیرات اینجوری داره و خب اینا این ستاره ها و سیارات به صورت مستقیم تأثیری بر بدن انسان دارن حالا این حوزه توش مطلب فارسی کمه و یه کتابی هم در خصوص این تهیه شده توی ایران و به زبان فارسی ترجمه شده من این هم توی هم این کتاب مالی رفتاری رو براتون اطلاعات کاملش رو میذارم توی توضیحات این ویدیو هم اون کتاب رو که در این خصوص اومده پرداخته و توضیحات مفصلی داده و خب البته اینو بگم که در این حوزه آدم کلا بردارن بسیار بسیار زیاده و دنبال فرصت هستن خب تو همیشه همیشه این داستان وجود داشته اما پرداختن بهش و آگاه بودن نسبت به این میتونه یه مقداری کمک بکنه خیلی ها این حوزه رو مثلا تاثیرات همین فاینانشل آسترولوژی رو یه موضوع شاید خیلی مقبولی ندونن روی بازارهای مالی مخالف های زیاد و سرسختی داره در این حال هم موافق های سرسخت و قوی داره کما اینکه خدمتون عرض شود که به هر خیلی جای دنیا ازش دارن استفاده میکنن دونستن این دو موضوع مالی رفتاری و ستاره بینی مالی در کنار مجموعه دانشی که به دست آوردیم به شما ابزار جب ابزارتون کامل میکنه و نسبت بهش آگاهی پیدا پیشنهاد میکنم که بدون هیچ ذهنیتی از قبل در این خصوص تحقیق کنیم من یه مجموعه ویدیو هم در خصوص همین فایننش راسترولوجی آمده کردم این بالا سمت راست کاردش میکنم اگر دوست داشتید میتونید اونو هم مطالعه بکنید و ببینید ویدیو رو پیشنهاد میکنم که بعد از دیدن این مجموعه ویدیو نظرات و تجربه خودتون و اصلا روش های دیگه ای که شما پیدا کردین در خصوص اینکه میشه توش از اونها توی بازار کریپتوکارنسی به نحو احسن استفاده کرد یا بازدهی بهتری رو به دست آورد تو همین کامنت های همین ویدیو پست بکنید با هم در خصوصش صحبت بکنیم که بتونه این انتقال تجربه به بقیه هم کمک بکنه براتون آرزوی سلامتی دارم موفق و پرسود باشید